آقای احمدی نژاد، مهمترین برنامه شما در زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چیست؟ برنامه مشخص شما برای کنترل و کاهش تورم چیست؟ زودی خوشبشی با مردم بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یده. سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران، ملت سرفراز و تمدن ساز، و از خدای متعال برای مردم عزیز ایران و همه ملت ها سعادت و سلامتی و سرفرازی رو مسئلت میکنم. از همین تورم من شروع کنم. تورم خب یک پدیده اقتصادی نامطلوبه، یعنی رشد قیمت ها معمولا بدون اینکه درآمد بخشی از جامعه به اون نسبت رشد بکنه. ولی اگر درآمد جامعه به نسبت افزایش قیمت ها رشد بکنه مشکلی نیست. 100 تومان هزینه ها زیاد شده، 100 تومان هم درآمد ها زیاد شده. این در واقع اون رشد قیمت های منفی است که قدرت خرید بخشی از جامعه رو کاهش بده، منجر بشه به فاصله طبقاتی. این پدیده وقتی به وجود میاد، در واقع به طور مستمر از جیب طبقاتی که درآمد ثابت دارن برداشته میشه، میره به جیب کسانی که درآمد ناثابت دارن یا دارای سرمایه گذاری های گسترده هستن، و این به مرور فاصله طبقاتی رو در جامعه گسترده میکنه و نارضایتی اجتماعی به وجود میاره. در جهت بیعدالتی است. حالا علتش چیست؟ چه تورم درست میشه؟ چند تا علت مشخص داره. علت اول مشکلات ساختاری است. وقتی ساختارهای اقتصادی معیوب باشه، به تعبیر دیگه مدیریت ها خوب اعمال نشه. مدیریت نه که مدیریت دولتی لزومن، مصرف انرژی، استفاده از نیروی کار، استفاده از سرمایه درست انجام نشه، قیمت ها میره بالا. یعنی لیوان رو میخوام بسازم، این لیوان رو یه کسی مدیریت میکنه، با همین مساله در میاره 300 تومن. یک از دیگه خوب مدیریت نمیکنه، نیروی انسانی مواد رو در میاره 400 تومان. این 100 تومان اضافه تحمیل به مصرف کننده است. روی ایران، ملت سرفراز و تمدن ساز، و از خدای متعال برای مردم عزیز ایران و همه ملت ها سعادت و سلامتی و سرفرازی رو مسئلت